تفاهم میان حکومت و نظام الدین قیصری. منبع میگوید که نظام الدین قیصری در کنسولگری جرمنی در مزار شریف حضور دارد. مطمئنن با تجارب تلخ گذشته ها ای معامله و ای تفاهم و ای توافق حکومت با قیصری شما شاهد باشین که ای مقطعی است. سقوط هلیکوپترهای قوای هوایی افغان. شماره از آگاهان نظامی میگویند که رویدادهای سقوط هلیکوپترهای نظامی بیشتر شده است. اضطراری نشست، یعنی 90% زمینه برابر وی چې دوی اضطراری نشست وکي او تیاره جوړه پاتې شي، مګر په داسې یو شکل باندې نه راځي چې هغه وغورځيږي، عملی ټول مړ شي. صرف یو کیس د سپې اضطراری نشست کې د موافقه شوی د نور ټول په ډیر په بد حالت کې راغلي. و تصویب طرح محدود ساختن اختیارات ترامپ برای حمله بر ایران. مجلس نمایندگان آمریکا طرح محدود کردن اختیار ترامپ برای حمله بر ایران را تصویب کرد. سلام، با خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. مشروع خبرها. یک انفجار در سیتی لایت تاون کویته ایالت بلوچستان 10 تن را کشته است. مقامات امنیتی بلوچستان گفتند که این انفجار در یک مسجد اسحاق آباد صورت گرفته است که تا اکنون گزارش 10 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی از این رویداد داده شده است. مقامات میگویند که در منطقه یک مقام طالبان افغانستان نیز کشته شده است، اما هویت وی تا حال مشخص نیست. گفته می شود که این انفجار در مدرسه مولوی شیخ عبدالحکیم قاضی القضات طالبان صورت گرفته است. نظام الدین قیصری در کنسولگری جرمنی در مزار شریف حضور دارد. شماره از اعضای ولسی جرگم می گویند که تلاش ها جهت تفاهم میان حکومت و نظام الدین قیصری قماندان مصالح غیر مسئول جریان دارد و قیصری همراه با افراد و امکانات قبلیش دوباره به مزار شریف برگشته است. گفته می شود که قیصری همکنون در کنسولگری جرمنی در مزار موجود است. اعضای جنبش می گویند که حکومت برای اهداف سیاسیش از این گونه افراد سوء استفاده می کند، اما آگاهان حقوقی می گویند اگر حکومت با وی تفاهم کند این کار به تمسخر گرفتن قانون شمارده می شود. حکومت تا هنوز در مورد حضور قیصری و افرادش در مزار شریف چیز نگفته است. نظام الدین قیصری قماندان جنگجویان غیر مسئول که حکومت در ماه گذشته پس از رهایی وی از زندان عملیات را به هدف گرفتاری وی انجام داد و در جریان این عملیات شمار زیاد از جنگجویان و مردم ملکی کشته شدند، بار دیگر به مزار شریف رسیده است. یک منبع به شرط عدم افشای نامش به کابل نیوز گفت که افراد قیصری به بلخ برگشتند، اما شخصا قیصری در کنسولگری جرمنی مقیم مزار شریف به سر می‌برد. نیروهای خاص در ماه گذشته به هدف گرفتاری قیصری بر خانه یاوی عملیات 48 ساعته انجام دادند که علاوه بر کشته شدن چند تن، خسارات هنگفت و مالی نیز به مردم وارد شد. مطمئنن با تجارب تلخ گذشته ها ای معامله و ای تفاهم و ای توافق حکومت با قیصری شما شاهد باشین که ای مقطعی است، فقط به خاطر عزیز که او را چطور بتانه در چنگالشان بیاره، چطور بتانه او را ده حلقهشان داخل بسازه. برخی از اعضای ولسی جرگم میگویند که تلاش های سازش میان حکومت و قیصری ادامه دارد و وی همراه با امکانات پیشینش به مزار شریف برگشته است. شماری از اعضای ولسی جرگه که به هدف بررسی موضوع قیصری به بلخ رفته بودند میگویند که این موضوع سوال برانگیز است و آنان در این رابطه تحقیق میکنند. یک گروه حقیقتیاب از مجلس نمایندگان تعیین شده در مورد قضیه قیصری سب این هیئت میره نتیجه تحقیقات خود گزارش خود از مراجع مربوط بدست میاره و بعدن به مجلس عمومی ارائه میکنه.
اما در این زمان آگاهان امور حقوقی میگویند که حکومت از قانون من حیث یک وسیله استفاده میکند و به عوض این که مجرمین را به زندان تحویل بدهد با آنان سازش های سیاسی میکند. آگاهان میگویند که اگر نظام الدین قیصری مجرم باشد باید به جای سازش به زندان فرستاده شود و اگر بیگناه باشد در رابطه با عملیاتی که در مزار شریف بر خانه وی انجام شد باید وضاحت بدهد. قانون یو وسیله دی جوړه کړی ده د خپل ته د قدرت رسیدو لپاره او د قدرت ته د پاتې کېدو لپاره. خو یو څه د حکومت هم دې ته متوجه وسي چې دغسې کړنې د دیموکراسۍ تضاد اصل رامنځته کوي، یعنی دیکتاتورشپ رامنځته کوي. برگشت افراد قیصری به مزار شریف و حضورش در قنسلگری زمان مطرح می شود که قبل از قیصری علی پور نیز که قمندان تفنگدار غیر مسئول بود و به همین اتهام گرفتار شده بود و ضمانت معاون رئیس جمهور آزاد شد. اما گفته می شود که حکومت پس از اعلام نتایج انتخابات اراده دارد که وی را دوباره گرفتار کند. در این اواخر رویدادهای سقوط هلیکوپترهای نظامی افغان افزایش یافته است. در چند روز اخیر 3 هلیکوپتر اردوی ملی در ولایت‌های فرا، هلمند و پکتیا سقوط کرده است. آگاهان نظامی دلیل سقوط پیهم هلیکوپترهای نظامی را به کفایتی مسئولین مربوطه خوانده میگویند که قوای هوایی افغان به دلیل نبود حفظ و مراقبت به جای تقویت روز به روز ضعیف می‌گردد. وزارت دفاع ملی عوامل سقوط هلیکوپترهای نظامی را مشکلات تکنیکی خوانده است. 3 هلیکوپتر قوای هوایی اردوی ملی افغانستان در ظرف یک هفته گذشته سقوط کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که این هلیکوپترها در ولایت های فرا، هلمند و پکتیا واژگون شده است. رویدادهای سقوط این هلیکوپترها این نگرانی ها را ایجاد نموده است که نیروهای هوایی کشور با عوض نیرومندی به سوی ضعف و ناتوانی در حرکت است. آگاهان امور نظامی میگویند که عوامل سقوط این هلیکوپترها به کفایتی مسئولین با این بودن ظرفیت ها و عدم استفاده از کادرهای مسلکی می باشد. قوی مراقبت تا او ترمیم تا ضرورت لري چې هغه متاسفانه مونږ نه لرو په افغانستان کې. او ظرفیت هم یو مهم هغه دی، ځکه هر کله په نړۍ کې چې کوم طیاره خصوصا هلیکوپتر هغه سیفتی وسایل پکې ډیر زیات وي، یعنی کله چې سقوط کوي هغه ډیر مختلف الارمونه لري. استراری نشسته یعنی 90% زمینه برابر وي چې دوی استراری نشستو کې او طیاره جوړه پاتې شي، مګم په داسې یو شکل باندې نه راځي چې هغه وغورځیږي عملی ټول مړ شي. ورزیده پیلوټان او تخنیکران د طیارو هغوی په کور کې نول شوي دي بدبختانه، او د څو میاشتو یا د یو کال یو نیم کال په موده کې د ټریننګ په نتیجه کې که یو څوک پیلوټ کیږي نو دا به بیخي معجزه ای. در حالی که هنوز صنف هوایی اردوی افغانستان تکمیل نشده است، آگاهان امور نظامی در بخش حفظ و مراقبت طیاره ها و هلیکوپترهایی که از سوی خارجی ها در اختیار اردو قرار داده شده است رهبری نیروی هوایی را به ضعف مدیریت متهم می کنند و می گویند که مسئولین در برابر آنان بی تفاوت بودند. تغه طیاره سل پکتیکا نراتلا، پکتیکا که عملیات لرل، پکتیکا که وظایف لرل، دوی تیل نلرل او دی تیلو د کمبود پوجر اتل ل پکتیا نه تیل اخستر ولی پکتیکا تیل نلری اولایت نه ده ده چاز گناه ده 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 مگ ده مشرانو گناه ده سو پکتیکا ولی تیل نلری ده تیاری او کل سالت عملیات کی گی ده مجبوری گی رازی پکتیا که لپکتیا نه تیل باید وقت ده اغا پلا را که تیلو خلاصی گی و مجبوری گی سه نشست. از سوی دیگر مسئولین وزارت دفاع و عامل سقوط هلیکوپترهای نیروی هوای افغانستان را مشکلات تخنیکی خواندند. بله تایرم چې په گردیز کې و هغه فقط یو بیا هم یو تخنیکی ستونزه و، اما کله چې دله زمکه نه دی الوتنی پر مهال دله تخنیکی ستونزه سره مخیږي دوباره برته استرالی نشست کی. دا معمول دی په ټول دنیا کې دا سره پیخیږي او استرالی بیړنۍ ناسته کی چې طیاره ستونزه ولري. او بله پیښه چې په فرا کې و مونږ په دې باندې تحقیقات کوو او لا تروس پریم تحقیقات پایته نه دی رسیدلی، نو تر ډیره پرې کېدی سي د هوا دلیل اوسیږي. نگرانی ها در رابطه با سقوط هلیکوپترهای نیروهای هوایی افغانستان در حال افزایش می‌یابد که
در سال گذشته 2018 میلادی 10 هلیکوپتر نظامی افغانستان در دوران عملیات جداگانه سقوط کرده بود. خبرنگار واشنگتن پست میگوید که تمامی اسناد نشر شده این روزنامه در مورد جنگ افغانستان واقعیت دارد. ریک ویتلاک اسناد پنهانی مقامات آمریکایی در مورد جنگ افغانستان را افشا کرد. در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که هیچ یک از مقامات آمریکا برای رد این اسناد دلایل موجه نداشت، زیرا به گفته وی آنان می‌دانند که اسناد نشر شده واقعیت دارد. وی میگوید مقامات آمریکایی که اکنون در حال انجام کار در افغانستانند باید آن را 16 سال قبل انجام می‌دادند. خبرنگار روزنامه واشنگتن پست آمریکایی که اسناد مخفی مقامات آمریکایی در رابطه با افغانستان را افشا کرده است میگوید تمام معلومات گزارش وی که از منابع معتبر به دست آمده است واقعیت دارد. ریک ویتلاک در مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که هیچ اداره آمریکا برای رد اسناد منتشر شده دلایل مناسب نداشت و تمام مقامات نظامی این موضوع را بهتر می‌دانند که این اسناد بر واقعیت استوار می باشد. این معلومات را کسی برای ما نداده است، بلکه بر اساس قانون اساسی آمریکا این معلومات را از محاکم به دست آورده ایم. پس از نشر مقاله واکنش آمریکایی ها بسیار جدی بود، اما یگانه چیزی که مهم است این است که هیچ یک از مقام های آمریکایی برای رد این اسناد دلایل موجه نداشت، زیرا می دانستند که اسناد نشر شده واقعیت دارد. وی تاکید می کند که مقامات امریکایی اکنون اموری را در افغانستان انجام می دهند که باید 16 سال قبل انجام می دادند. وی می گوید امریکایی ها می دانستند که طالبان در سال 2002 و 2003 میلادی شکست خورده بودند و وضعیت افغانستان آماده بود که این گروه در پروسه سیاسی کشور شامل شود، اما اداره بوش آنان را تروریست خواند و به این باور بود که آنان را شکست می دهد. طالبان در سالهای 2002 و 2003 میلادی شکست خورده بودند. آمریکا آن زمان فرصت را از دست داد. هرگاه مقامات آمریکایی با رهبران گروه طالبان تماس برقرار می‌کردند، ممکن آنان در پروسه سیاسی شامل می‌شدند. اما به جای این، آنان تروریست خوانده شدند. و اداره بوش به این باور بود که می‌تواند این گروه را شکست بدهد. اما اکنون آمریکا کاری را پس از 16 سال انجام می‌دهد که باید در آن زمان انجام می‌شد. اظهارات خبرنگار واشنگتن پست در شرایطی مطرح می شود که پس از نشر گزارش این رسانه در مورد افغانستان، لوی دریستیز و وزیر دفاع آمریکا این گزارش را رد کرده بودند. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که تمامی موارد با جانب آمریکا نهایی شده و تنها امضای آن باقی مانده است. سهیل شاهین بر رسانه‌های خارجی گفته است که تنش برخواسته میان آمریکا و ایران گفتگوهای سال را متاثر نمی سازد. وی می گوید همکنون تمامی مسائل میان دو طرف نهایی شده و تنها امضای توافقنامه سال باقی مانده است که در آینده های نزدیک انجام می یابد. این در حالی است که پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود ایران در برابر روند سال افغانستان موانعی ایجاد می کند و در پی تضعیف این پروسه است. به دلیل افزایش بحران اقتصادی در ایران، این کشور هزاران مهاجر افغان را به گونه اجباری به افغانستان فرستاده است. سازمان جهانی مهاجرت میگوید بیشتر مهاجرین افغان در سال 2019 که در ایران بودند، به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شدند و اکنون با مشکلات جدی روبرو می باشند. این سازمان در یک گزارش تازه‌اش گفته است سال گذشته 458 هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتانده شده که شمار بیشتر آنان در ایران و پاکستان زندگی می کردند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که پس از افزایش مشکلات اقتصادی و وضع تحریم های جهانی بر ایران، این کشور به صدها هزار افغان را به اعمال زور به افغانستان فرستاده است. این سازمان در گزارش تازه اش گفته است که سال گذشته 450 هزار مهاجر افغان به افغانستان فرستاده شدند که تعداد بیشترشان در ایران زندگی می کنند. پس از بحران اقتصادی در ایران، این کشور روند اخراج مهاجران افغان را آغاز کرده است. بیشتر مهاجران افغان در بازار سیاه آن کشور مشغول کار بودند، اما در این اواخر وضعیت در آنجا تغییر کرده است. ایران مجبور شده است تا مهاجران افغان را به گونه اجباری بیرون کنند.
این سازمان در گزارشش گفته است که سال گذشته تنها از ایران 773,000 مهاجر اخراج شده است که تعداد زیاد آنان اسناد قانونی نداشتند. این سازمان میگوید که علاوه بر ایران به هزاران پناهنده از ترکیه، پاکستان و کشورهای اروپایی جبران اخراج شدند که اکنون در وضعیت بد زندگی به سر میبرند. مهاجرین افغان که سال گذشته از ترکیه، پاکستان و کشورهای اروپایی به گونه اجباری اخراج گردیدند، در وضعیت نامناسبی در افغانستان زندگی میکنند و به کمک های عاجل نیاز دارند. سازمان بین المللی مهاجرت از اداره های مرتبط میخواهد که در رابطه مهاجرین و بیجا شدگان اقدامات عاجل کنند و به وضعیتشان رسیدگی شود. هزاران خانواده در نتیجه عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان به ولایت خوست آمدند. باشندگان کمپ گلان خوست میگویند که از سوی اردوی پاکستان آزار اذیت میشدند و به همین دلیل آنان مجبور شدند تا مناطقشان را ترک و به ولایت خوست پناه ببرند. آنان میگویند که با مشکلات شدید اقتصادی مواجهند و از حکومت افغانستان میخواهند که اگر با آنان کمک به موقع صورت نگیرد، ممکن برخی بیجا شدگان زندگیشان را از دست بدهند. این بیجا شدگان میافزایند اردوی پاکستان مناطق استراتژیکی و مناطق حاکم را که در نزدیکی خط دیورند موقعیت دارد از حضور مهاجرین پاکسازی می کند و خود در آنجا جا به جا می شوند. پیش از این عملیات تحت نام ضرب عصب در وزیرستان نیز انجام شد که در نتیجه آن هزاران تن به این سوی خط دیورند پناه آوردند. سطح رویدادهای ترافیکی در شاهراه کابل تورخم افزایش یافته است. رانندگان و مردم عام شکایت می‌کنند که به دلیل ازدحام موترها در شاهراه کابل تورخم رویدادهای ترافیکی در این مسیر افزایش یافته است. آنان در کنار وسیع ساختن سرک‌ها خواهان ایجاد اشاره‌های ترافیکی در شاهراه کابل تورخم‌اند تا در گراف رویدادهای ترافیکی و واژگون شدن موترها در این مسیر کاهش به میان آید. مسئولین اداره ولایتی ننگرهار میگویند که کار بر ایجاد سرک دوم کابل تورخم جریان دارد و در بخش اشاره های ترافیکی اداره های مربوط اقدام خواهند کرد. افغانستان در راست کشورهای قرار دارد که سطح تلفات ترافیکی در آن بسیار بلند است. بر سر شهرهای تورخم کابل نیز هر روز حوادث ترافیکی رخ می دهد که در نتیجه آن تلفات بر افراد ملکی وارد می شود. مردم عام و رانندگان وسایط می گویند که در بیشتر بخش این شهرها اشاره های ترافیکی وجود ندارد و از سوی دیگر فقدان احتیاط رانندگان بیشتر اوقات سبب می شود که در نتیجه واژگون شدن و تصادم اراده ها افراد ملکی کشته و یا زخمی می شود. ترافیکی نخ نخانی نداری رو رخا یه گلایان و گیده داره که نده سپوتی و درجه داری نده یا نشان داری دفتاب رو چه پسلو دل دراجه دی عمله دا و رو ردیر زیاد تکری کی همو او جلالبات او کابل دار بانده ار ورده تکرون دی او ترافیکی نشان نشتا همو اکمان دا وارو دکی دا ترک بابش یادات شی دولت باید دست ترافیکی دست علامه اولا گئی بعضی جایون که وز گوره چه یخی باید غټی شیشې باید ولګی چې اخونه موټر راشي کنه چې او ډرایور پوښی چې ولا د مور ده اخونه موټر راځي. سمی ولا کی از 5 سال به این سو بر شهرای تورخم کابل رانندگی میکند میگوید که شاهد بیشتر حوادث ترافیکی و مرگ میر افراد ملکی بر این شهرها میباشد. وی میگوید که نبود اشاره های ترافیکی و تنگی سرک ها از عوامل عمده رویدادهای ترافیکی شمرده میشود. دلار باندې ډېر مشکلات دي ترافیکی په دې کې زیات دي نه څنګه خانه نستا په بعض ځای کې ما هغه دلې خرابې شوی خلک وویل دي ته حکومت نه جوړي غمه نه خوري اول دا بیګا در تخې ساته بجې ما په تراغې دي او دوه نیمې بجې ته ما په دې کې متخصص نتوانستیم که در رابطه با مشکلات موجود ترافیکی بر شهرای کابل تورخم نظر نهادهای مسئول را بگیریم. اما مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگویند که کار سرک دوم این شهر آغاز شده است که با تکمیل این پروژه از حوادث ترافیکی جلوگیری خواهد شد و سوی هم ازدحام بیشتر اراده ها و مردم از رویدادهای ترافیکی جلوگیری خواهد کرد.
پزینو سمو کې ټرافیکی علامه نخ نه سب شوی دی ولی پزینو سمو کې لا هم ارتیا د مو په ډېر لازم سره خپل نو ټرافیکو مسولین ته ریټر څنګه د سړک د تنګوالي موضوع هم د حل کېدو په حال کې د کابل جلال آباد او جلال آباد پر خم دویم لین سړکونه عملا کار پی روان دي کله چې د بشپړ شنو سړک پراخیږي ترافیکی پیخي هم کوي. در مورد رویدادهای ترافیکی بر سر شهرهای کابل تورخم معلومات دقیقی در دست نیست. این شهرها با گونه روزمره شاهد چندین تصادم و واژگونی وسایط است که به تلفات مردم ملکی منجر می شود. خبرهای جهان لحظات بعد تقدیمتان می گردد. با ما باشید. باز هم خوش آمدید به ادامه خبر از جهان. ولسی جرگه امریکا طرح محدود ساختن اختیار ترامپ برای حمله بر ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه بر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته شده است تا زمانی که در برابر ایران اقدام نظامی کرده نمیتواند که از کنگره این کشور اجازه نگرفته باشد. اما بر اساس این قطعنامه دونالد ترامپ اختیار دارد برای دفاع از حمله نابهنگام از اختیارش استفاده کند. ولسی جرگه امریکا که بیشتر اعضای آن دموکرات ها هستند روز گذشته به این قطعنامه 224 رأی مثبت و 194 رأی منفی دادند. از سوی دیگر طوری به نظر میرسد که این قطعنامه در مشان جرگه امریکا که بیشتر اعضای آن جمهوری خواهان اند با مشکلات روبرو خواهند شد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که بر اساس اسناد به دست آمده تیاره مسافربری اوکراینی که در تهران سقوط کرد هدف حمله راکتی قرار گرفته است و می افزاید معلومات استخباراتی نشان می دهد که این تیاره مسافربری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی سقوط کرده است و از سوی ایران به وسیله راکت زمین به زمین سقوط داده شده است. علاوه بر کانادا، ایالات متحده آمریکا و فرانسه نیز میگویند که امکان دارد این تیاره مسافربری اوکراینی به واسطه پرتاب راکت با سقوط مواجه شده باشد. از سوی دیگر مقامات ایرانی برخلاف موقف قبلیشان گفتند که آنان به کارشناسان اداره هوانوردی آمریکا و کارشناسان دیگر بین المللی دعوت دادند تا در بخش بررسی این رویداد با آنان همکاری کنند. این تیارک روز چهارشنبه گذشته پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی فوراً سقوط کرده است. به شمول ده افغان اتباع کشورهای اوکراین، کانادا، سویدن و ایران نیز در آن کشته شدند. سپاس از توجهتان به خبرهای این ساعت. وقتتان خوش. خداوند نگهدارتان.